سلام به همه شما بینندگان عزیز و با سلام به شهیدان سرفراز مقاومت خونبار مردم ایران، به خصوص 30,000 گل سرخی که در تابستان 67 در راه آزادی خلق بر سر دار رفتند و در مسیر مبارزه مردم ایران برای آزادی جاودانه شدند. همون سربدارانی که خونهاشون هرگز از جوشش باز نایستاد و در تمام این سالها جوشید و جوشید تا اینکه توطئه سکوت رژیم ولایت فقیه رو در هم شکست و سردمداران نظام ولایت فقیه رو مجبور کرد که از سوراخ‌های خودشون بیرون بیان و به اون جنایت بزرگ قرن بیستم اعتراف کنن. در کهکشانهای سفر جای شما خالی نیست ای جمله های همیشه آبی دریا، همه اشک هایم از آن شما، تا این خاک خونی خونین است قطره در دریا گم نخواهد بود و ما در جستجوی شما فراموش نخواهیم کرد چهره های قاتلان را. هموطنان عزیز، در این قسمت از برنامه 67 30,000 گل سرخ خوشبختیم اعلام کنیم که همراه هستیم با برادر مجاهد مهدی برایی تا سوالاتی رو در رابطه با جنبش دادخواهی با ایشون مطرح کنیم. خوش آمدید. علیکم. خوش آمدید. خیلی ممنون. خیلی خوش. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه جنبش دادخواهی. شما شاهد هستیم حمد که این روزها چطور رژیم دائما مسئله اصلی شده جنبش دادخواهی به عنوان یک نگرانی محوری و اصلی و مدام به نیروهای خودش سفارش میکنه که مبادا این موضوع فراموش بشه و گسترش پیدا بکنه در جامعه. سوالم اینه که چرا این موضوع جنبش دادخواهی تبدیل شده به نگرانی اصلی رژیم و این نگرانی در تمامیت رژیم چقدر گسترش پیدا کرده؟ اول اجازه بدید من قبل از اینکه سوالتون رو پاسخ بدم تشکر کنم از شما که منو دعوت کردید به این برنامه جنبش دادخواهی، دادخواهی از خون شهدا و قتل عام سال 67. همچنین سلام کنم خدمت تمام بینندگان سیمای آزادی، مردم ایران، چه در داخل ایران و چه هموطنان در سراسر جهان. در پاسخ به سوالتون باید بگم که اگر در یک جمله بخوام بگم، جنبش دادخواهی در واقع طناب دار رو به گردن رژیم انداخته، طناب دار سرنگونیشو، چرا که پرونده جنبش دادخواهی هرچه و هر روز داره گسترده تر باز میشه و جنایات رژیم به خصوص جنایت سال 67 برملا میشه. به همین دلیل رژیم بسیار بسیار وحشت کرده، در واقع چرا که قتل عام سال 67 به گفته خیلی از حقوقدانان برجسته بین المللی گفته شده که این یکی از فجیع ترین جنایات بوده که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده. اجازه بدید من نقل قولی از جفری رابرتسون که یکی از حقوقدانان برجسته انگلستانه که در واقع از قضات تحقیقات جنایت بین المللی هستش، خودش میگه تحقیقات گسترده‌ای در رابطه با این قتل عام سال 67 انجام داده و در کنفرانس بین المللی در پاریس که در 5 فروردین 91 سخنرانی کرد، گفتش که من تحقیقاتی در مورد قتل عام اعضای مجاهدین در سال 88 انجام دادم. یکی از بدترین جنایاتی بود که بعد از جنگ جهانی دوم دیده ایم. قضات مرگ در تهران،
در زندان اوین و سایر زندان‌ها در سراسر کشور یک سوال از این زندانیان سیاسی که برای 7 یا 8 سال زندانی بودند پرسیدند: آیا هنوز از مجاهدین حمایت می‌کنید؟ و اگر می‌گفتند بله، آنها را خارج می‌کردند و به حیات می‌بردند و در دسته‌های 4 نفره توسط جرسقال یا در دسته‌های 6 نفره در سالن زندان حلق‌آویز می‌شدند. هیچ دادگاهی نداشتند. آنها به شدت آسیب‌پذیر بودند. بیرون برده می‌شدند و حلق‌آویز می‌شدند. در آن زمان 2 جلاد آخوند در قدرت بودند، هاشمی و رفسنجانی و خامنه‌ای که حالا رهبر عالیست. این یک جنایت وحشتناک مجازات نشده علیه بشریت بود. جنایت مجازات نشده. این حرف این حقوقدان برجسته است. یعنی یکی از چیز بزرگترین و فجیع‌ترین جنایات بعد از جنگ جهانی دوم. و خب این هر روز که برملا میشه ماهیت این رژیم رو بیشتر برملا میکنه. طبعا در این سالیان رژیم ولایت فقیه تلاش کرد که هرچه بیشتر این جنایت رو بپوشونه و اجازه نده برملا بشه. و به همین خاطر در زمان قتل عام هم با گروه های دست جمعی که در واقع اجساد شهدا رو دفن میکرد، حتی به خانواده ها اطلاع نداد، هیچ کس مطلع نشد که الان یکی یکی داره این جنایتش برملا میشه. و وقتی برملا میشه معلومه یک نگرانی بزرگی در درون رژیم به وجود اومده، چون ماهیت رژیم و تمامیت رژیم رو زیر علامت سوال برده، نه تنها در صحنه داخل ایران بلکه در صحنه بین المللی هم همه رو فرا گرفته و رژیم رو در مقام پاسخگویی قرار داده. البته این ماهیت رژیم های دیکتاتوریست که همیشه تلاش میکنن که جنایتشون رو بپوشونن و فکرم میکنن پوشیده خواهد شد، ولی در واقع فوران خون شهدا، خون اون کسانی که این جنایتکارهان این جنایت رو در حق اونها انجام دادند، این یه روزی برملا میشه و در تاریخ و در تاریخ جنبش ها نشون داده دیکتاتورها نخواهند تونست تا ابد این جنایتشون رو بپوشونن. البته خوشبختانه در این سالیان مقاومت خانواده شهدا و به خصوص فراخانی که خواهر مریم در سال گذشته بعد از گرد همایی بزرگ در پاریس فراخان دادن نسبت به این داد جنایت و جنبش دادخواهی رو اعلام کردن و بعدش فعالیت هایی که انجام گرفت بیشتر به این دامن زد و الان به عنوان یک جنبش در اومده، جنبشی که فراگیر شده همه رو در بر گرفته و نه تنها در بر گرفته در جامعه در صحنه بین الملل، حتی در داخل رژیم هم نفوذ کرده، به صورتی که دیدیم در انتخابات نمایشی که خود رژیم داشت، روحانی در واقع یک از کاندیداهای ولی فقیه آمد برای اینکه بتونه رقبا رو از صحنه خارج بکنه، به باند مقابل گفتش شما 38 سال اعدام کردید، فقط اینو بلد هستید. یعنی همین واکنش روحانی کافیه، همین واکنشش که ببینیم رژیم تا کجا نگران اطلاع جنبش دادخواهیه. و به همین دلیل این هر روزم که بیشتر این گسترده میشه این جنبش، رژیم رو بیشتر نگران میکنه. تحت تاثیر همین جنبش دادخواهی دیدیم که حتی خامنه ای خودش مجبور شد به صحنه بیاد و اون جمله معروفش رو گفت که جای جلاد و شهید رو عوض نکنید. سوالم اینه که خب مخاطب خامنه ای وقتی این جمله رو میگفت کی بود؟ به شما عرض کنم که مخاطب خامنه ای اول بگیم باید مردم نبودن، خیلی واضح و روشن، چون مردم در واقع وضعیت خودشون با رژیم و با رژیم ولایت فقیه و با شخص خامنه ای و با تمامیت رژیم تعیین تکلیف کردن، چون اون چیزی که به مردم برمیگرده خواهان سرنگونی این رژیم هستن و همه میدونن که خامنه ای یک جنایتکار و ولی فقیه و منفورترین آدم در رژیمه و دیدیم به محض اینکه فرصتی هم مردم پیدا کنند به اعتراضات و قیامشون برخواهند خواست. همطور که در سال 88 دیدیم که مردم در واقع خودشون رو تعیین تکلیف کردن با رژیم و رژیم ولایت فقیه و خامنه ای در رأسش و دیگر سردمداران جنایتکار رژیم تلاش کردن با سرکوب، کشتار، اعدام، زندانی بتونن این قیام رو متوقف بکنن. پس مسلما مردم نیستن،
بلکه اون چیزی که خامنه ای مورد خطاب قرار میده باندهای مختلف رژیمه و تمامیت در درون خود رژیمه. یعنی در واقع جنبش دادخواهی نفوذ کرده به درون رژیم و باندهای مختلف تلاش میکنن حتی از اون فاصله بگیرن، چرا که این جنایت اونقدر بزرگه، میدونن در آینده تمام سراپای رژیم رو در بر خواهد گرفت و خامنه ای به این وسیله میخواد بگه که آقا جلوی این بگیره که تیغ سرکوبشو کن نکنه. در واقع داره به اونو هشدار میده و میگه که اگر این کارو بکنید و بیاید جای جلاد و شهید عوض بکنید، در واقع دیگه فاتح رژیمش خونده شده. تشر میزنه به باندهای مختلف رژیم که مواظب باشید. البته وقتی میگه جای جلاد و شهید رو عوض نکنید، منظورش موجودیت رژیمشه، چون اون چیزی که به جامعه برمیگرده در انتخابات این فرمایشی نمایشی رژیم هم دیدیم مردم در واقع شعارهایی که میدادن، اگر چیزی باشه، خیلی شعارهای واضح و روشنی میدادن توی این داستان، شعارهایی که میدادن علیه خامنه ای به نفع مسئله جنبش دادخواهی، و به همین دلیل شعار میدادن که مثلا وقتی کاندیداتوری رئیسی توسط خامنه ای اومد به صحنه، خامنه ای رئیسی شد، کاندید رئیس جمهور خامنه ای و رژیم ولایت فقیه، میگفتن رئیسی لو رفته قاتل 67 شعار، یا شعار میدادن، شعار میدادن یه هفته دو هفته قاتل 67 همه اینها نشون دهنده اینه که مسئله جدی جنبش دادخواهی به عنوان یک اهرم جدی در میون جامعه، چهار اهرم اصلی که در واقع تمامیت رژیم رو در بر گرفته و نشانه رفته، اینو رژیم هم خوب میفهمه و براش مفهومه و اتفاقا تو ده همون انتخابات هم تاثیر جدی در انتخابات داشت، به دلیل اینکه خامنه ای دید اگر بخواد ادامه بده و بخواد مهندسی ورثه مهندسی انتخابات کرده بود، میخواست رئیسی رو از صندوق ها بیرون بیاره، دید اگر بخواد این کار بکنه دیگه با قیام اجتماعی و با جامعه که علیهش خواهند شورید مواجهن، و همین دلیل به سرعت انتخاباتش هم یک پایه کرد، به قالیفاو هم گفت از صحنه خارج بشه تا بتونه در واقع همون رئیسی رو بیاره به صحنه در مقابل روحانی، و دیدیم نتیجه انتخابات چه شدش. بله، رئیس جمهور برگزیده مقاومت اخیراً پیامی داشتن به مناسبت اولین سالگرد جنبش دادخواهی. بله، توی این پیام گفتن در شروع دومین سال جنبش دادخواهی همگان را به گسترش این جنبش فرا می‌خوانم. این بخشی از جنبش آزادی ملت ایران برای سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است. سوالم اینه که چگونه این جنبش دادخواهی میتونه بخشی از کارزار برای سرنگونی رژیم آخوندی باشه؟ شما عرض کنم که ببینید جنبش دادخواهی حرفش چیه؟ به خاطر جنایت رژیم، جنایت بزرگی انجام گرفته، البته این جنایت ادامه داره، متوقف که نشده، حتی در زمان روحانی تماما اعدام ها خیلی خیلی بیشتر شده. در واقع حرفش اینه که میگه آقا باید سران رژیم، کسانی که این جنایت انجام دادن، یعنی عاملان و آمران این قتل ها، مورد محاکمه قرار بگیرن. وزیر هم کوتاه نخواهد اومد، و الان هم میبینیم این موضوع تبدیل به یک موضوع اجتماعی سیاسی بین المللی شده. از طرف دیگه طبعا نشون میده که این رژیم کمترین مشروعیتی نداره، و این رو چه همطور گفتم در داخل و چه هم در خارج، و الان همه بر این تأکید میکنن. به همین دلیل این جنبش وقتی که رژیم را هدف قرار داده، در واقع تمامیت رژیم رو مورد هدف قرار داده، و
و میگه آقا این رژیم وقتی میگه سرانش تمامش باید مورد محاکمه قرار بده، خب در ابتدا یک موضوع حقوق بشری هستش، اما به دلیل ماهیت این مقاومت و کسانی که قتل عام شدن و این جنبش، در واقع تنها پاسخ این سرنگونی رژیمه و اینکه رژیم باید در تمامیتش مورد محاکمه قرار بگیره. به همین دلیل هم دیدیم هر جا صحبت میشه، به خصوص مثلا در گردهمایی اول ژوئیه پاریس، دیدیم تمام سخنرانان از خود شخص خرمریم که مسئله اصلی مسئله سرنگونی رژیم بود، تا تمام سخنرانان رو یک شعار واحد تکیه میکردن. از اون طرف هم وقتی میبینیم در تحریمات جدیدی که مشاهدش هستید که آمریکا وضع کرده، توی سه تا عنصر تأکید کرده یا سه تا محور این تحریمات داره. یک، در مورد تحریمات موشکی رژیم. دو، تحریماتی که سپاه رو بردن در لیست تروریست، یعنی تروریسم رژیم به خصوص در منطقه. سومین موضوع نقض حقوق بشره. نقض حقوق بشر یعنی اینکه شده بخشی از کارزار بین المللی علیه رژیم، یعنی یکی از محورهاست. به همین دلیل جنبش دادخواهی یکی از اهرم‌های جدی سرنگونی رژیمه. این رو در واقع در این راستا حرکت میکنه، در واقع خفقان، دیکتاتوری، سرکوب رژیم رو هدف و نشانه گرفته. خودمونم میدونیم این رژیم وقتی که سرکوب رو کنار بگذاره، دست برداره، حتی به ماه نخواهد کشید و این رژیم سرنگون خواهد شد، چون تمام بود و نبودش و وجودش رو روزانه با اعدام‌ها، سرکوب در خیابان‌ها، زندان‌ها، شکنجه به این وسیله حفظ کرده. غیر از اینی که نمیتونیم بقای خودش کن، کمترین مشروعیتی نداره. خب تا گذشته، در گذشته سیاست مماشات هم بود که ازش حمایت میکرد، این سیاست هم شکست خورده، کنار رفته دیگه. پشتیبانان بین المللی که به داد رژیم میرسیدن و اونو پشتیبانی میکردن، اینم از صحنه خارج شده. به همین دلیل جنبش دادخواهی در واقع یکی از اهرم‌های جدی برای سرنگونی این رژیم هستش. بله، سوال آخرم در رابطه با خود موضوع جنبش دادخواهیه. میخوام سوال بکنم که مختصات فعلی جنبش دادخواهی رو چطوری توصیف میکنید؟ بله، اگه من بخوام بگم به شما عرض کنم، هم میشه در مختصاتش رو در صحنه بین المللی، یکی تو صحنه داخلی، یکی هم در درون رژیم. تو این سه تا وجه میتونیم مختصات جنبش دادخواهی رو بگیم. در صحنه بین المللی الان یکی از موضوعات جدی با رژیم مسئله جنبش دادخواهی و نقض حقوق بشر. هر کنفرانسی، هر جلسه برگزار میشه، یکی از موضوعات جدیش نقض حقوق بشره که در کاکل و در رأس این حقوق بشر هم جنبش دادخواهی قرار داره. الان براتون توضیح دادم یکی از موضوعات تحریمات دولت آمریکا که بعد از تصویب کد سنا و کنگره که رئیس جمهور آمریکا اونو امضا کرده به صورت قانون در اومده، الان مسئله نقض حقوق بشره و جنبش دادخواهیه. این خب خیلی واضح و روشنه. به شما عرض کنم در هر کنفرانس گردهمایی بزرگ، به شما عرض کنم پاریس هم موضوعش این بود. الان تو شورای حقوق بشر سازمان ملل هم یکی از موضوعاتش، به خصوص اون پنج به شما عرض کنم که سازمان مشورتی در رابطه با حقوق بشر مسئله و چیز رو مطرح کردن، جنبش دادخواهی. اولین بارم دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که در مارس 2017 منتشر کرد نسبت به نقض حقوق بشر در ایران، که گزارش بسیار مفصلی هم بود، یکی از موضوعات این گزارش جنبش دادخواهی و قتل عام سال 67 بود. به همین دلیل در صحنه بین المللی اگر نگاه بکنیم، جنبش دادخواهی در واقع بین المللی شده، جهانی شده و حامیان بسیار گسترده پیدا کرده. رژیم مطلقا نخواهد تونست اینو متوقف بکنه. اتفاقا هر روز این جنبش گسترش بیشتری پیدا میکنه و فراگیر میشه و
و تمام اینم رژیم رو نشانه میگیره و در درجه اولم خفقان سرکوب رژیم رو نشانه رفته و اینا رو فشارها رو رو رژیم به غایت بیشتر میکنه. از طرف دیگه در داخل ایران مردم که الان میبینیم تو جامعه در واقع باید گفت جنبش دادخواهی اجتماعی شده. الان هر روز هر جا اتفاق مثلا الان ما فعالیت های نیروهای داخل کشور رو میبینیم، به شما عرض کنم مردم میبینیم، از کشف گورهای دست جمعی، از مسئله به شما عرض کنم اسامی شهدا و که روزانه به برای اینا منتشر میشه در سایت ها یا برای دفاتر مقاومت مجاهدین فرستاده میشه. الان داره هر روز بیشتر این اسامی کشف میشه که واقعا یکی از موضوعات مهمم اینه که ما بتونیم هرچی بیشتر این اسامی قتل عام 67 رو بتونیم در واقع اطلاع پیدا کنیم، اطلاع رسانی کنیم و به گوش مردم ایران، به اطلاع جوامع بین المللی برسونیم، چون واقعا در سال 67 رژیم بعد از 67 چه بعد از اون تلاش کرده همطور که توضیح دادم اینو بپوشونه. بچه دیگرش در داخل رژیم هم نفوذ کردم که توضیحات قبلیم بود، به صورتی که الان رژیم رو کاملا در بر گرفته و شده تبدیل به یک موضوع و تضادهای بسیار مهم داخلیش شده و طوری که خلاصه همطور گفتم خیلی دارن فاصله میگیرن و خامنه ای هشدارش و هشداری که داد به تمام رژیم اینه که آقا مواظب باشید، خاص این اونطوره، چون وقتی که تضادهای داخلش تشدید میشه این بار سرکوب میاد پایین تر، رژیم نمیتونه تمام قوا سرکوب رو بکنه. مثلا من یه فاکتی دارم، یه فردی به نام ازقدی از عوامل باند خامنه ایه، چون داره به باند مقابل هشدار میده، چون تقریبا تمام این باند، باندهای مختلف رژیم در این جنایت دست داشتن. ازقدی یکی از عوامل باند خامنه ای درباره هراس نظام ولایت فقیه از وگی فراگیر شدن جنبش دادخواهی گفتش در دهه 90 دارن با شعارهای دهه 60 خمینی را زیر سوال میبرن و شروع به محاکمه خمینی کردن. وی باند رقیب رو به خاطر اعتراف به گوشه از جنایت‌های رژیم مورد حمله قرار داد و گفت خود اینها 30 ساله 20 ساله مسئول امنیت کشور بودن، یعنی منظورش باند روحانی و در رأسش هم خود روحانی، هیچ دستور امنیتی تو حکومت نبوده بدون امضا اینها باشه. نصفشون اطلاعاتی‌ان، مسئولین ما، دولت ما، سابق وزارت اطلاعات دارن، اینها تخریب امام هست، اسم امام رو نمی آورن، هدف زدن خود امام هست. اینو شبکه تلویزیون رژیم 23 تیر اینو چه که بعدن دبیرخانه شورا هم همین اطلاعیه داد در رابطه با همین جنایت خمینی که همین نقل قول هم انجام داده. به همین دلیل میخوام بگیم الان یک تبدیل به درگیری باندهای درون رژیم شده. به همین دلیل اگر بخوام خلاصه کنم بحثمو، به شما عرض کنم که جنبش دادخواهی الان جنبش فراگیر بین المللی داخلی شده و هر روزم گسترش پیدا میکنه. وظیفه هر ایرانی، هر وظیفه هر میهن پرست، ایرانی میهن پرست، اشرف نشانها و تمام مردم ایران هست که ما هر روز بتونیم این جنبش دادخواهی رو حمایت کنیم، مورد حمایت قرار بدیم، وارد فعالیت های این جنبش بشیم. مسلما این جنبش خواهد تونست و این جنبش هر چی پیشرفت جلوتر میره سرنگونی رژیم رو به جلو میاندازه و به عنوان همطور که دوزی دادن به عنوان یکی از اهرم های جدی سرنگونی خواهد. یک بار دیگه تشکر میکنیم از حضورتون در این گفتگو و امیدواریم بتونید در آینده هم در برنامه های ما حضور پیدا کنید، با سوالات بیشتر در خدمت شما باشیم و این توضیحات رو برای بینندگان سیمای آزادی بدید. خیلی ممنون، منم تشکر میکنم بعد اینکه منو به این برنامه دعوت کردید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، ویژه برنامه جنبش دادخواهی 67 30000 گل سرخ رو ادامه میدیم. برای فهم میزان تاثیرگذاری جنبش دادخواهی باید به دشمن مراجعه کرد و از روی واکنش‌های هراس‌آلود جلادان به ابعاد ترس اونها از گسترش جنبش دادخواهی پی برد. حتما به خاطر میارید که مدتی پیش آخوند احمد خاتمی از هیئت رئیسه خبرگان آخوندی و امام جمعه نمره موقت تهران گفت برخورد با اینها و کندن کلک مجاهدین از کشور از عملیات صالح و ارزشمند امام راحل عظیم و شأن بود
و همه آنها که فرمان را عمل کردند باید مدال داد به اینها، نه اینکه بیان تو سایت هایشون جای جلاد و شهید را عوض کنند. این جملات هم نشون دهنده حجم قساوت و شقاوت آخوندهاست و هم نشون دهنده وحشت اونها از جنبش دادخواهی. به وضوح روشنه که این جنبش چه شقی رو در درون رژیم دامن زده و چطور آخوندها رو ترسونده. موضوعی که سالها در پی کتمان اون بودن حالا تبدیل به سوژه جنگ و دعوا بین خودشون شده. بله، این شاخص تاثیرگذاری جنبش دادخواهی و نشون دهنده پیشروی اونه. در این قسمت از برنامه تماس دو هموطن از داخل کشور رو میشنویم. با ما همراه باشید. درود بر شما. در گرامی داشت ایال شهیدان قتل عام 67 و در آستانه 30 سالگرد آن حماسه بزرگ، حمایت خودم را به عنوان یک جوان ایرانی از جنبش دادخواهی به رهبری خانم مریم رجوی اعلام میکنم. پاینده باد ایران. با سلام و درود به دست اندرکاران جنبش دادخواهی. در گرامی داشت یاد شهیدان قتل عام 67 و در آستانه 30 سالگرد آن حماسه بزرگ، حمایت خود را به عنوان یک فرد ایرانی از جنبش دادخواهی به رهبری خانم مریم رجوی اعلام میکنم. لنگرود، مرداد 96.